آقای سهراب چمنارا، به شما سلام میکنم، ممنونم که باز هم مهمان ما هستید و به قول خودتون بیار آنچه داری ز مردی زور. و چون شما گفتید اون ساعت هم احتیاج نیست، من ساعت رو یا اون کرونومتر رو استفاده نمی کنم، ولی خودتون لطف کنید شما رفتی ساعت گذاشتید. خواهش میکنم ازتون، خودتون 5 دقیقه که صحبت کردید صبر کنید تا منم 1-2 دقیقه صحبت کنم. بفرمایید اگر چیزی من در تلویزیون مردم مزخرف گفتم، شما درستش رو مردم بگید. اگه چیزی رو دوستانمون آقای آریانپور به اشتباه یا عمدن غلط گفتن، یا این دوستمون از خلیج فارس عمدن یه چیزی رو غلط گفته، شما لطف کنید صحیحش رو برای دوستان بیننده توضیح بفرمایید. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. بفرمایید. با درود خدمت شما و بینندگان و شنوندگان، عرض کنم جناب سوربی، اگر یادتان باشه روز اولی که من با شما آشنا شدم از بابت انتقادات شما روی شاهنامه فردوسی بود. من اصلا شما را نمیشناختم و بیاده به من گفتن آیه نبرد در بادش آرامه داره صحبت میکنه، عیبه داره به تو بد و بیرا میگه. خب باشه، بگه عیب نداره، چون اون موقع 100,000 دانلود داشت شاهنامه من تو ایران. برای من مثلا مهم نبود، تا الان هم ممکنه 500,000 بیشتر دانلود شده باشه. به هر حال بعد خود شما نوشتید که آقا شما تو برنامه من هستید، شما چی هستید؟ گفتید آقا برو این وبسایت. ما رفتیم بیتیم یا آقا وبسایت با هم آشنا شدیم. من گفتم نه، این باید من خدمتش حضوری برسم اونجا، حتی باش تسبیح خم بشه. یه بود با ماشین هور آمزده آمدیم واشنگتن، چون اون نزدیک های اونجا بودم. بعد آمدم دیدم نه آقا شما خیلی گردن کلافت هستید ماشاءالله. بعدنم فهمیدم که شما کشتیگیر بودید. گفتم نه با ایشان نمیشه به صلاح، شما که ماشاءالله یا در از هر چند در که ضعیف الجثه باشیم ولی زود به احساساتی میشیم. برام آمدم با شما سری کتاب آوردم، با شما صحبت کردیم، تمام اینها رو بهتان گفتم و در مورد آب‌های زیرزمینی صحبت کردیم. دو ساعت وقت ما، نیم ساعتش در آب‌های زیرزمینی بودم به علت دوستیم با آقای شاهبوداقی. حالا ایراد میگیرن که تو مهندس برقی که تو آب‌های زیرزمینی صحبت میکنی. به هر حال دارم میگم که بعدن من مدت‌ها حالا فهمیدم که اصلا سیستم کاری شما چیه. شما یک سری به اصطلاح چی میگه، من اصطلاح کردم سیخ میذارید که طرف به هیجان بیارید. من این دوستمان که در بحر در امارات هست و برنامه دید و آزو به خوبیه برنامه در دقیقشم گوش میگم، حرف منطقی میزنه، به هیجان آمدم از بابت حالا نمیگم مزخرفات، واقعا باید میگم مزخرفات در مورد قانون اساسی. و یه ساعت شروع که 10 دقیقه 5 دقیقه در مورد آقا این مسخره کرد یا آقا این قانون اساسی نوشته نمیدونم برو بابا. بعد آخرش وقتی که 5 دقیقه صحبت میکنه میگه خب راه حل چیه، شما باید محیط آماده بکنید، نمیدونم همه این چیزها رو آماده کردی. اون موقع مملکت مالده من بابا جان اینه شما گذاشتی، اینه برای اینکه شما آقای سوربی شیر فهم بشید که من دارم چی میگم. اینه به صورت چارت نوشتم، هر جا هم که میرم صحبت میکنم مثلا زیاد 1-2 ساعت صحبت نمیکنم، اینه میذارم جلو که میگم آقا هدف ما تغییر قانون اساسیه. برای رسیدن به این هدف باید در ایران هویتش زنده بشه. این هویت ها 4 چیزه: آموزه‌های زرتشت، نه دین زرتشت، لوحه کوروش و مقایسهش با مگنکارتا، شاهنامه فردوسی و قرآن راستین. ما در مورد این 4 تا میگیم که آقا این محیط آماده میکنه. جواب این دوست شما را من در فیسبوک شما نوشتم، حتی ویدئوی آقای خاتمی امام جمعه تهران گذاشتم که گفت آقا هر کی بیاد اینجا ما قانون اساسی طبق چارچوب قانون اساسی کار میکنیم، که به ایشان بگم آقا هر کاری که اینها میکنن طبق قانون اساسی میکنن. بنابراین ما باید قانون اساسی تغییر بدیم، نه رژیم بریم سرنگون بکنیم فلانی اعدام بکنیم و اینها. این آقا چند دفعه اینه نشان شما بدم. حالا من در مورد
آموزهای زرتشت صحبت میکنم، شما میگه برو اوستاره بخوان این پدر صاحب ساسانی رو، بابا این حرفا رو من خودم به شما زدم. بعد تمام اینا رو من به شما میگم کوروش مگنه کارتا، شما یه سر بریده نشان من میدی که آره من سر بریدم داستان چه براتم میگم. من برای شما میگم شاهنامه برو صفحه 34 بخوان، صفحه 235 بخوان، شما دو خط بالاش میخوانی فرخزاد شاه ایران و میگه خب اینم که مزه قبه دارم، بابا چهار خط پایینش بخوان. من میگم جواب این آقا رو من اون پایین دادم، برو حالا شما چی میگیم؟ قرآن راستم که هیچی ازش شما اطلاعات دان در مورد این نیست. حالا من علت اینی که امروزم آمدم با شما صحبت بکنم فقط همینه. حالا شما آمدی در مورد الچی که چیزی قدیمی 10-12 سال پیش در دانشگاه شریف اینا داشتن کار میکردن روی این، این خانم بعد از وقتی که نتایج آزمایشش به نتیجه رسیده در 5 سال پیش این ویدیو در تد درست کرده، نخیر تد بین المللی این، یعنی با کمک تد آمریکا این درست شده، که اصلا اون موقع که من ایران بودم و میرفتم باشه آشناشتم با دانشجوها آشنا بودم، من خود من در مورد الچی اینه در پروپوزال ها برای کشور مختلف گذاشتم که آقا ما این کارا میتونیم بکنیم، ولی الان 3-4 سال اصلا خاموش شده به علت این بخواد منافعی نداره. حالا شما آمدین این و در مورد سوابق کاری من، اگر من بخوام در مورد سوابق کاری من 4 ساعتم با شما نمیدارم، گفتم آقا برو وبسایت چمپ و دادنت نگاه بکن، اگر در مورد تکنیکی سوالی داری اونجا سوال بکن. حالا من آمدم اینجا با شما مناظره بکنم، 5 دقیقه من تمام شد، بفرمید. حالا شما بفرمید. بسیار ممنونم از شما که امروز به این قشنگی خودتون مجلس رو کنترل میکنید. من این صفحه 354 آوردم که هر وقت شما گفتید بخونم. و اجازه بدید تشکر کنم از دوستانی که به شما تماس گرفتن و گفتن شخصی به نام سوربی داره از شما انتقاد میکنه، چون معمولا وقتی این دوستان زنگ میزنن هر انتقادی رو به طرف میگن آقا طرف داره به شما توهین میکنه، و خیلی خوشحالم که شما هنوز باور دارید که من از شما انتقاد کردم، من از کتاب شما انتقاد کردم. این روشی که شما میگید شما من سیخ میزنم تا طرف تحریک بشه بیاد اینجا، نه، این روشی که تو تمام تلویزیون ها هست به غیر از تلویزیون های دولتی که توسط دیکتاتورها به اصطلاح کنترل میشه و اونا نمیذارن کسی به کسی به اصطلاح انتقاد کنه و میگن همش از ما تعریف کن، شما هیچ انتقادی توش نمیبینید. و خوشحالم که شما، حالا این کلمه سیخ زدن که خب اصلا معنی بدی هم داره و اینها، اینو بذارید کنار، ولی همین که ما اینجا صحبت کردیم شما قبول کردید آمدید، من همیشه پشت سر شما گفتم بهتون احترام میذارم، از این بابت هم ممنونم. شما یه نموداری رو نشون میدید که ما در جمعه 2 هفته پیش هم اینو نشون دادیم روی اصلا اون ویدیوی شما اصلش با این نمودار شروع میشه، ولی من یه سوالی از شما دارم. شما فکر میکنید نمودار شما از 20 فرمان یا 10 فرمان حضرت موسی به اصطلاح بالاتره؟ آقا 10 فرمان حضرت موسی رو مردم رعایت نکردن. ضمن شما درباره این خانم و الجی صحبت کردید، الجی رو تو فارسی چی بگیم؟ بگیم لجن یا بگیم به اصطلاح چیزهای دریایی؟ این و شما گفتید که این طرح چون منفعتی نداشته بسته شده، و از این بابت ممنونم، چون من اتفاقا دنبال همین بودم که آیا این طرح هنوزم هست یا نیست، که شما گفتید بسته شده و متاسفانه میبینیم تو آمریکا هم دوستان برید تایپ کنید ماشین‌های الکتریکی 50 سال پیش ساخته شده، ولی شرکت‌های نفتی همین آقازاده‌های اینجا اینا همه رو خریدن، ماشین نو رو فرستادن به جانکیارد. من نمیدونم چند دقیقه استفاده کردم، ولی ممنونم، ساکت میشم، شما بفرمایید. از الچی همون جلوکه، جلوک. یعنی که در آب ساکن حتی اگر شما داشته باشید نور خورشید باشه و در اونجا اکسیژن بیاد چیز بکنه، جلوک تولیده. اصلا این داستانش به اصلا پیدایش بشریت و انسان و این چیزا برمیگرده. ایران شاید بگم پاینیر بوده توی این کار، الان اسرائیل نامبر 1،
اینها نمیخوام بگم حالا هنر نزد ایرانی من است و بس، اینها منتها نه منافعش زیاده، دزدی توش نمیشه کرد، متوجه هستین؟ به این دلیل من در اون کامنتی که نوشتم از علی بابا و چهل دزد بغداد اسپردم که این پروژه به این اگر این پروژه دولت جمهوری اسلامی ادامه میداد شاید ما اصلا به صادرات نفت احتیاج نداشتیم در 15 سال گذشته، متوجه ارزم هستی؟ منتها پول توش نیست، یعنی که کسی که میخواد این کار انجام بده مثل خاتم الانبیا فرض بفرمایید که بخواد این کار انجام بده سپاه، اینها همیشه سوال میکنن what is in it for me، گیر من چی میاد؟ گیر شما هیچی نمیاد، یک منبع درآمدی برای ایران به وجود میاد. حالا اگر شما نگاه بکنید میبینید که مسیر حرکت آب در خلیج فارس، آب تمیز میاد توی سواحل ایران و بر میگرده آبهای کثیف از امارات متحده از خلیج فارس بیرون میره. به همین دلیل بود که صدام حسین آمد جاهای نفتی ما رو بمباران کنه، ولی احمق نمیدونست تمام نفت رفت و آفشین کنای بحرین و نمیدونم امارات متحده کنه، آقا این کار دیگه نکن. این یک موهبت الهیست برای ما، ولی این کار ادامه داده نشد به خاطر مملکت ما مملکتیست دست حجتیه، اینه برو تحقیق بکن. اینها نیامدن برای آبادانی کشور، آمدن برای نابودی کشور. یعنی هر چیز خوب تولید کننده اینها اصلا دنبالش نیستن، اینها فقط فکر این هستن که اگر که اینها رفتن دنبال نیوکلیر بخاطر که پول توش بود، یعنی اینکه صورت حساب میدادن 100 میلیارد دلار ولی خرج میکردن 400 میلیارد دلار که توش 200 میلیارد دلار بخورن، پس این 800 میلیارد دلاری که در 8 سال احمدی نژاد به تایید خودشان از دست رفته کجاست؟ اینا همین خرجاست که اینها، من براتون سیستم اقتصادی ایران قبلا هم گفتم مثل یک حوضیه که 9 10 اینچ آب میاد توش، 9 اینچش از اون زیر میره بیرون دزدیه و 1 اینچش خرج مملکت میشه که این مملکت اینطوری اداره میشه. چون تو کار الجی دزدی نمی شده بنابراین این کار اینا ادامه نداده، به همین دلیل همش صداش در نیامد. منم دیگه تحقیق نکردم نرفتم دوبالش، ولی در پروپوزال های این وایرمنتالی خود من که گفتم برید در شرکت چمکو chamco.net یکی از وبسایت یعنیش بود در حقیقت کاری اصلی منه که من تبدیل زباله به برقه، در زن وقتی که میرم جایی پروپوز میکنم من جمله در مراکش در جامائیکا اینه پیشنهاد کرده بودم که آقا بیاین الجی هم بذارید تو این دانشگاه شیکاگو، دوستای جامائیکایی ما هستن که در دوبار بودم آقا ما اینه در ایران داریم، مثل خانم شیرزادی که توی کار کامپوست زد و دوستان من در کرمانشاه و داره آشغال تبدیل به کامپوست میکنه. یعنی که اگه پس فردا شما یه ویدیو در مورد کامپوست برای من بفرستید من ناچارم به شما بگم آخری من این 15 سال این کار کردم. با عرض معذرت از این که تیمسار آریان پور چیده من اشتباه فهمید، من در اینجا نیامدم از کارهای خودم از تکنیک و معلومات علمی خودم صحبت بکنم، من اصلا یه مهندس کارگره نمیدونم کم سوادی هستم، من تا آمدم اینجا میگم آقا ایران هیچ راهی نداره مگر این قانون اساسیش عوض بکنی و این قانون اساسی نمیتوانه عوض بشه تا اینکه این 4 تا رکن هویت ایرانی در ایران دوباره زنده نشه. تمام بفرمایید. ممنونم از شما. اولا شما گفتید که ایران در این صنعت پیشرو بوده، حالا اسرائیل پیشرو است. همینجا من یه خبر کوچولو به دوستان بدم که میدونید اسرائیل در ساختن دیوار مهارت داره، دیوار بین فلسطین و اسرائیل، بعد گنبد آهنی، حالا یه شرکت اسرائیلی قبول کرده دیوار بین آمریکا و مکزیک رو بذاره. امروز دیدم و شنیدم که جوک میگن بی خود نبوده که ترامپ گفته باید پول این دیوار رو مکزیک بده و درست گفته، دلیلش اینه که به زودی آمریکایی‌ها از
آمریکا میخوان فرار کنن برن مکزیک و پولش رو باید مکزیک بده. و شما اون پاسخ علی بابا و 42 رو که جزء نوشته‌های آقای آریان پور بود به طور کامل ندادید. لطف کنید یه یادداشت بنویسید بعد از اینکه من صحبت رو تموم کردم، شما در این مورد توضیح بیشتری بدید. ضمن شما گفتید در این صنعت الجی دزدی نیست، شما از کجا میدونید؟ اگر میذاشتید این آخوندات توی اون صنعت هم راه دزدیشو پیدا میکردن، همونجوری که هممون میدونیم. میگن از شیطون پرسیدن که شما دو روز میای انگلستان، دو روز میای آمریکا، چهار روز دیگه، سه روز دیگهش کجا هستی؟ گفت من سه روز دیگهش میرم قم تا یاد بگیرم روش های شیطنت جدید رو. ولی برگردیم به موضوع و حرف اصلی شما که این قانون اصلی رو، اساسی رو که شما میگید عوض کنیم، چگونه باید عوض کنیم؟ از کجا شما دیدید مثلا این آقای دکتر نصر احمدی آمده بعد از اینکه فهمیده اشتباه کرده، رفته سالها از عمرشو با آقای رضا پهلوی بوده، حالا میخواد بیاد به طرف مردم، ولی با یک قوره سردیش میشه، با یک مویز گرمیش میشه؟ چگونه یا به وسیله چه کسی میخواین این قانون اساسی رو ببرید، تازه بدون اینکه شما دست به ترکیب حکومت آخوندا بزنید؟ بفرمایید. عرض کنم من اول جواب تیمسار آریانپور، از من سوالی نکردن. در تیمسار آریانپور فقط بعد از این که سوء تفاهم شده بود سوال فرموده بودن که من یکی از سوابق کاری خودم بگم که من چه کارهایی کردم. که من گفتم من خیلی جواب برای جان لیست کردم، بسید ایمیل فرستادم که لازم هم نیست خوانده بشه، ولی اگر در مورد کار من و سوابق من میخواید تحقیق بکنید او برید توی وبسایت هایی که من دارم، منظور همین chamco.net که توی chamanara.net هم اونجا نوشته شده، پروژه هایی که من اجرا کردم اینا همش اونجا هست، بنابراین احتیاجی نیست وقت ما رو بگیریم. چون همونطور که عرض کردم علت اینی که من میام اینجا صحبت میکنم اون هدفی است که همیشه داشتم، این همین، این هدف هم از 10 سال 15 سال پیش میکرد. و اینم به شما دارم آقای سردی، اینم به شما میگم، این جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعاتش، اینا همه خبردار هستن که اینها رو هیچی سرنگون نمی کنه. آمریکا با 1 میلیون سرباز نمیتونه اینا رو ببین، اسرائیل همش اینا به قول آمریکای ردریکه، یعنی اصلا حرف مفت زدنه، یعنی که ما کنیم حمله بکنیم همه چیز رو تیبل هست و نمیدونم اصلا آقا چرا این کاره بکنه؟ مگه من به شما توضیح ندادم؟ آمدم اونجا گفتم آقا این وضعیت فعلی ایران ایدئال آمریکاست، این طرح کیسینجر، از طرح کیسینجر هم نه، طرح سر الک داگلاس هیوم بود. ما باید یک ایران استیبل و یک عربستان قوی داشته باشیم که این دوتا رو بندازیم جان هم و هرچی ثروت این منطقه هست از بابت اسلحه و نیمه دعوایی ناشد. کیسینجر هم آمد، دکترین کیسینجر این یعنی این که ما باید ایران استیبل باشه، بهش حمله نکنیم، بهش میگیم تو فش بشه و فرس آسمان رو بوده. چرا من یه دفعه گفتم فش بشه؟ چون اندر اینها این موشکای ایران فش بشن، اینها از اون بالاش ما بند کفش دعوض بکنی اینا میبینن. آخه چطوری ممکنه این تهدیدی باشه برای اسرائیل یا این همچین نیست؟ اینها میخوان این موشک بفرسته آسمان، به اینا بگن به قرض زدن موشک بخرن، اون دیگه الان 300 میلیارد بهشون فروختن، 700 میلیارد دیگه هم تو 5 سال آینده خواهند فروخت به تهدید ایران. این ای وضعیت دیگه. بنابراین ما روی بس این حمله به ایران رو نمیدونم طرحهای دیگه، تنها رایی که این هاش میشه قانون اساسیه، به همین دلیل هم هست. حالا نمیخوام بگم این در نتیجه کارهای منه، ولی به هر حال حرفایی که اینجا میزنیم من و شما درسته 5 نفرم نمیبیننش، ولی در ایران و ایران میرن اونجا با هم اینها اتاق فکر دارن، اندیشکده دارن، صحبت میکنن، حرفی که الان من و شما میزنیم اینها آنالیز میکنن برای خود جان. اینا زیرکتر از اون چیزی هستن که شما فکر میکنید. آخوندا خیلی اینها فکرشان آینده رو نگه. به همین دلیل هم هست از 4 سال پیش آقای لاریجانی در مجلس میگه ما باید قانون اساسی تغییرات. آقای ویدیوشو برای شما فرستادم، آقا چرا نگاه نمیکنید؟
آقای روحانی میاد زیر بنر قانون اساسی سخنرانی از شوراها و قانون اساسی میکنه، از اون طرف آقای خاتمی قدرتمندترین آخوند پرزور که هستن مثل رستم این آخونداش قوی هیکل نمام جمعه دنیا میاد یه سخنرانی کرد که من این ویدیو کردم هم برای شما فرستادم هم توی فیسبوکتان گذاشتمش برای گوش بده ایناره گذاشته سخنرانی میکنه که این مملکت ما بر اساس یک چارچوبه داره میشه، این چارچوبش قانون اساسیه، در این قانون اساسی 4 تا آیتم هست که هر که بیاد هر انتخاباتی بشه هر که میشه هیچ کس نمیتونه این را تغییر بده، اینا رو برو گوش بده. بنابر این من این دفعه به شما گفتم آقا اینا هر کاری که میکنن طبق این قانون اساسی جمهوری اسلامیه، از دزدیشان و زندان کردن و اعدام کردنشان بگیر تا هر چیزی طبق این قانون اساسیه. تمام این اپوزیسیونی که میشینن سر هم میزنن 28 مردادی بود قاتل و قوم بود نمیدارم شکت نبینه همش رو سرگرمیه اینا برن میخوان کار رو کنه. ما باید به فکر تغییر قانون اساسی بود. به این دلیل ما آمدیم اول بار آمد 5 دقیقه هم گذاشت باید 2 دقیقه اضافه بده که جواب سوال شما رو داد. از 7-8 سال پیش اولین بار قانوندانان جنبش سبز در ایران بودن یه قانون اساسی نوشتن، من باشان رفیق شدم، آمده این کتاب تطور من خلاصش کردم، در آخرش قانون اساسی اینها رو گذاشتم آقای شهاب شهاب گذاشتم اینه مثل باشان یکی 2 سالم رفیق بود تا اینکه از طریق تلویزیون شما من با آقای دکتر نصر احمدی رفیق شدم. ما با آقای دکتر نظرمی آنچنان رفیق شدیم که روزی نبود که ما با هم صحبت نکنیم، صحبت میکردیم در مورد قانون اساسی، حتی من از ایشان چند تا هم ایراد کرد نه ایراد گفت آمازه این گباره بله سن ازدواج ما بهتره اینطوری بکنیم اینطور. بعد خب خود شما شاهدید ایشان من وقت داشتم هر جلسه که میامدن من بابت چیزش پرداخت میکردم، منتها یه عده رفتن گفتن آقا این چمنارا در مورد قانون اساسی صحبت نمی کنه، آمده در مورد قرآن صحبت میکنه. هر چی من آمده بوده آقا قانون اساسی چه ربطی به این قرآن داره، این قرآن راستین هویت های ایرانیه، ما میخوایم اینا رو تصحیح بکنیم تا اینکه بتونیم این قانون اساسی پیاده بکنیم. ایشان هم همونطوری که میدونید آدم خیلی حساسیه، این بود که دیگه با من گفتم آقا خدا. بعد ما وبسایتی درست کردیم قانون.org، الان اونجا 8 تا 9 تا قانون اساسی نوشته شده توسط افراد دیگه، همه اونجا گذاشتیم. حرفی که من میزنم اینه که آقایان خانم ها بیاید با هم یک اندیشکده درست کنید در مورد قانون اساسی با هم صحبت کنید، نه اینکه بنده قانون اساسی نوشته باشم، صحبت بکنید که قانون اساسی چه چیزاش خوبه چه چیزاش بده. بعد یه قانون اساسی پیشنهاد پیشنویس بشه و اینه بیاییم در ایران چیز بکنیم قبل از این که رژیم آخوندی ضد کودتا درست بکنه و بیاد بگه خب حالا ما میریم قانون اساسی درست میکنیم، مثلا اسید پاشی ممنوع است، در حالی که اسید پاشی طبق قانون اساسی لحی از مکر و نمیدونم این چیزا قانونیه، به همین دلیل هم از کسی نگرفتن. حالا قبل از اینکه اونها بیان ضد کودتا درست بکنن، ما اپوزیسیون خارجی بیاید با هم در مورد یک پیشنویس قانون هستید با هم. یعنی آقای نصر احمدی، آقای جنبش سبز، ما 2 نفر 2 تا قانون اساسی که نوشته هم میشناسن تا حالا 7-8 نفر دیگه هم هستن، چیز پادشاهی هست، قانون اساسی جمهوری خواه هست، قانون اساسی سوریه، همه 7-8 تا هست، همش اونجا هست. اگر این 2 نفر توانستن سر یه میز با هم بشینن با هم توافق بکنن بگن آقا ما روی قانون اساسی توافق کردیم، من اون موقع نفس راحتی میکشم، میگم آقا هدف من اینه، این یعنی ما با هم توافق بکنیم یه قانون اساسی پیشنویس قانون اساسی بنویسیم
اینه به اجتماع در داخل ایران ارائه بدیم و تا اون موقع ما باید این چهار رکن در میان مجموعه ایران به اصطلاح آماده بکنیم، هویتشون آماده بکنیم که بتوانن بفهمن اصلا دردشون قانون اساسیه. این حرف بنده بوده، 3 دقیقه من اضافه کردم. بسیار ممنون. من فقط میخواستم دوستان خودشون شاهد باشن که اگه اینجا تایم رو نگه نداریم، ماشاءالله شماها همه سخنور هستید و دلهاتون پر از گفته های ناگفته است و میخواین بگید، هیچ مشکلی نیست. شما کم لطفی کردید، گفتید تلویزیون مردم 5 نفر بیننده هم نداره، ولی خودتون اقرار کردین که از طریق همین تلویزیون با دکتر نصر احمدی آشنا شدید و از طریق همین تلویزیون زیر سوالات افراد فرهیخته‌ای همچون آقای آریانپور میرید. شما گفتید آقای آریانپور سوال نکرده، چرا ایشون قشنگ سوال کرده و گفته حالا چرا از 40 دزد بغداد و علی بابا نام برده اند من متوجه نمیشم. یعنی الان وظیفه شماست که جواب بدید، بنویسید بعدا. ضمناً ایشون میگن که استدعا میکنم در هنگام مصاحبه آقای چمنارا به نام من از ایشان سوال کنید در طول زندگی خود یکی از کارهای ابتکاری فنی را که از الف تا ی آن را خودشان ایجاد کردن، جهت اطلاع که شما گفتید هم توی قانون.org هم توی چمنارا.net هست. من آدرس چمنارا.net را هم دوستان اینجا نوشتم، خیلی ساده. نه صبر کنید آقای چمنارا، بنویسید صبر کنید، همون کاری که من کردم، و لطف کنید بعد از این برنامه حتما خودتون برنامه رو ببینید. این بار یک تاکومت یا یک استاپ واچ داشته باشید و ببینید که ما اگر بخوایم سیویلایزد مناظره کنیم، اولین کاری که میخوایم بکنیم باید به خودمون احترام بذاریم، وقت رو رعایت کنیم. بعد شما گفتید که اسید پاشی جزء قانون اساسیه، به همین دلیل افرادی رو هم نگرفتن. شما کاملا اشتباه میکنید، افرادی رو گرفتند. حالا اگر قرار بوده چشمها کور کنند و اسید بریزن، مردم رفتن یا دیه گرفتن یا طرف انسان بوده بخشیده و کور نکردن، اون به جای خودش باقی میمونه. و اما ماجرای این که اینها داد و بیداد میکنن، یک کاریکاتور خیلی قشنگ هست که نشون میده آمریکا و انگلستان دارن نقشه ایران رو که آخوندی شده باد میکنن و جلو عربستان سعودی به نمایش میذارن، اونا رو میترسونن و دارن ازشون پول میگیرن و اسلحه میفروشن. این من هم باور دارم که این کارشونه. ضمناً به نظر میاد آمریکا تو شرایطی نیست که به ایران یا کره شمالی حمله کنه. و بعضیا باور دارن که احمدی نژادی اگر نبود، بوش به ایران هم حمله میکرد و بعضی وقتا به قول معروف باید جواب سنگ شکن، یا میگن سنگ شکن میخواد تو اینها، این باش. من ساکت میشم، شما بفرمایید. و دوستان عزیز، همین جوری که امروز داریم ما صحبت میکنیم، شماها هم میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید به چند طریق. یکی مهمان من باشید، که این رو هم لطف کنید آقای چمنارا بنویسید که هر وقت شما مهمان من بودید، آیا من ازتون پولی خواستم برای مهمان بودن؟ ولی اگر برنامه بوده، خود شما لطف کردید، حمایت کردید، برای دوستان بنویسید که من چند بار از حمایت شما تشکر کردم. دلیلش اینه که آقای به گفته این آقای شنشن یا هر کی که بوده، میگه افرادی، حالا اسم نمیبرم، دیروز یک جای مهمونی بوده، احتمالا ختنه سرونی بوده، چون اینا باید ختنه بشن دوباره برگردن ایران با آخوندها کار کنن، و گفتن که سربی نامه مینویسه که $50 بده بیا مهمان من باشه. من کسی رو که حرفاش ارزش داشته باشه دعوت میکنم، کسی رو که ارزش مهمان بودن داشته باشه دعوت میکنم به منزل خودم، ولی مهمان یک بار، دو بار، سه بار. اگر کسی خواست همیشه مفت خوری کنه، خیلی قشنگ مؤدبانه، چون حقمه، بهش میگم اینجا مفت خوری دیگه تموم شده. اصلا ما تو فرهنگمون داریم حرف مفت بس است، ماجرای تلگراف و اینها. در صورت بازم ممنونم از شما آقای چمنارا، من ساکت میشم، شما بفرمایید. در مورد سوال تیمسار ارجمند جناب آریانپور عرض کنم، ایشان در ایمیل خودشون سوال کردن که کارهایی که تو کردی بگو. آقا من میخوام لیست 40-50 سال سابقه مهندسی خودم بگم، خب باید 2 ساعت بشه، نمیشه. ولی برایشان خلاصه نوشتم، آقا کاری که من کردم همه هست، میتوانید توی شرکت چمکو من نگاه بکنید. در ضمن الان 2 تا کارخانه در
هندوستان دارم تو کارخانه توی لک لک میکنه، یعنی حتی در حقوقش هم در نمیاره. و این در اینجا یک تکنولوژی من دارم گسفیکیشنه که ما از آشغال سنتتیک گس یا سین گس تولید بکنیم، و تکنولوژی گسفیکیشن نه اینکه متعلق با من باشه، ولی یه سیستمی درست کردم که بسیار اپیشنت، مال خود منه. و بعد من یک نوهایی دارم در مورد این که میتوانم انجین های که با نچرال گس کار میکنن اینو مودیفای بکنم که با سنتتیک گس کار بکنن. این کار حتی کاترپیلار و جنرال الکتریک هم نمیتوانستم بکنم، ولی جنرال الکتریک تازگی و دو سه سالی از شروع کرده، اونم تا 1 مگاوات، در حالی که من تا 5 مگاوات میتونم انجین های عوض بکنم. این از کاریست که الان در دست من دارم این کار میکنم. شما در اصفهان اگر برید، در خانه اصفهان کنارش یک شهرکی هست به نام کوچان، اونجا من یک کارخانه درست کردم برای نوار پیچ گوره‌های گاز. این از کارهای ابتکاری منه در وقت ایران کار میکردم، درست قبل از اینکه بیام که شبانه آمدن هرچی داشتم تداشتم دوزیدن رو بردن. و بعد من در پتروشیمی کار میکردم، یک تکنولوژی به نام روتوری والو، حالا وارد یه روزی در مورد LAB برای شما صحبت بکنم، که من توی UOP وقتی که آمدم آمریکا سمتم سینیر دیزاین انجینیر بوده. اینا لازم نیست من بگم، من آمده میشه در مورد قانون اساسی صحبت کنم، حالا بیام در مورد تکنیک صحبت بکنم. بعد من این یک پروژه بسیار بزرگ در ایران، پروژه LAB بود که مواد اولیه برای صابون درست میکنن. رئیس این پروژه آمد و من گفت آقای چمنارا، من 8 میلیون دلار تو چمدان میذارم اگر شما بتونید این روتوری والو به من بدید. من کاری که کردم آمدم اون تکنولوژی که اینجا بود بردم با یک شرکت والوسازی چین درست کردم و در اونجا اینه درست کردم و به اینا تحویل دادم. و باورتان میشه آخرش هم زد زیر قولش، گفتم آقا تو من گفتی 8 میلیون دلار به من بدی، پس چی شد؟ گفت نه آقا این چون چینیه من بیشتر از 4 میلیون دلار نمیتونم. گفتم خدا پدرشم بیامرزه، بازم تو چهار میلیونش دیگه مامان. ولی اگر یه آخوندی بود میگم آقا نه خیر، آقا شما 100 میلیون دلار ما به شما میدیم، منتهای شما از 100 میلیون دلار 50 میلیون دلارش به ما بده. این سیستم علی بابا و 40 روز بعد داره جناب تیمسار آریان بود. علتی که گفتم الجی این 40 روز بعد به خاطر که سیستم این نیست که بگن آقا برو این الجی درست بکن، نه، درآمد، یعنی اینها نمیتوانستن توش دزدی بکنن. به هر حال حالا این داستان این بود. بعد سوال بعدتان چی بود؟ همون ماجرای چرا مثال علی بابا خوب گفتید، الان دیگه توضیح دادید. یه اجازه بدید من از پتیک تشکر کنم، برای شما هم ایمیلش فرستادم. ایشون گفته اگر در مناظره جدید آقای چمنارا وقت اضافه ماند بپرسید حمورابی را اگر ممکن است با کوروش مقایسه کنید، و توی پرانتز نوشتن دیگران را هم آدم حساب کنین. نه من جواب بدم آقا، من مخلص شما هستم، کوچیک شما هستم، این حرفا رو در مورد من نزنید. من اصلا مرام درویشی، من توی خانواده درویش میگه حرفا چیه ما دیگران به حساب بیاریم؟ من مخلص شما هستم، مخلص آقای زوربی هم هستم. حالا بگم صفحه 127 این یارو کتاب است که منتها قطورش کرده آقای هربی هم من مسخره کرد بود اینه 6 تا جلد نمشه براتون این سری میخوانم. معلوم نیست که اسطوره قبل از دین به وجود آمده یا که دین درست شده و بعد اسطوره با آن بافته. سوال بعد این است که اسطوره ها چه نقشی در حکومت های اولی داشتن؟ حالا به هر حال اولین بنیانگذاران تمدن در خاورمیانه در حقیقت اولین مردمانی بودند که جدایی دین از دولت را به اجرا درآوردند، در حالی که زیگورات های عظیم از بابل گرفته تا خوزستان و سیستان محل عبادت بود، ولی آنها اولین قوانین اجتماعی را بر روی سنگ نوشتند و این لوحه سنگی متعلق به 4000 سال پیش در شهر باستانی شوش مرکز تمدن ایلامیان در استان خوزستان در سال 1901 میلادی کشف شده و اکنون در موزه لوبر پاریس نگهداری می شود. این لوحه که با آن قوانین حمورابی می گوید شامل 282 ماده قانون اجتماعی باشد و هیچ گونه ربطی به دین ندارد. زمان تدوین و اجرای آن 1500 سال قبل از نگارش تورات توسط روز ازراب است. یعنی من اینه نوشتم، منتها اینه به آقای سوربی ندادم. میدونی چرا؟ بخاطر اینکه آقای سوربی میامد میگفت که معلوم نیست این اسطوره قبل از دین به وجود آمده یا که دیگه. خب اینم جواب آقای چمنارا بود. بعد میگفت
تا آخر این اصلا سیستم سوریه. آقای چمنارا، من از شما کامنتی که من در فیسبوک آقای سوری گذاشتم چهار ده بیست خطه، ده خطه میگم، بعد براش کامنت خودم ایمیل میکنم، ایشان سه خط اولش میخونه آخرش نمیخونه، که اصلا جواب من میمونه. بعد میگه آقای که جواب آدم به حساب نمیاد، بعد من جواب کامل ایشان به ایشان میگم آقا تو برو صفحه یک شاهنامه من بخوان بابا صد رحمت. بعد در مورد رستم فرخزاد میگم، میگم برو صفحه 35 بالای صفحه یه خط میخونه که فرخزاد شاه ایران بوده، بعد چهار خط پایین تر نمیاد که بابا بعد از فرخزاد یزدگرد میاد، وقتی که یزدگرد میاد بعدش جنگ شروع میشه، رستم فرخزاد یک سردار فرماندار خراسان بوده، میارنش میشه فرماندار. این ده صفحه آخر شاهنامه رو شما باید بخوانید که میبینید که اصلا یک شاهکاره که تمام داستان زندگی امروز مار فردوسی هزار سال پیش در همون ده صفحه این کتاب نوشته. شما اینه بخوانید آقای سوربی. به شما گفتم برو صفحه اول بخوان، در حالی که صفحه اول شامل 20 صفحه شعر. آقا وقت یادتون رفته آقای چمنارا، وقت یادتون رفته. ببینید شما به من میگید صفحه اول رو بخون، خودتون همین الان میگین صفحه اول شامل 20 صفحه است، میگید صفحه 35 رو بخون، میگید اون بالاش نوشته فرخزاد، من تا خوندم نوشت یک ماه بعد مسموم شد مرده. خب دیگه من چی بخونم؟ شاید اشکال از نوشتن شماست. ضمن شما میگید که آخر شاهنامه رو بخونیم، تازگی ها فهمیدن ما به اشتباه میگفتیم آخر شاهنامه خوشه، دلیلش اینه که آخر شاهنامه از پیروزی به اصطلاح غریبه ها بر ایران صحبت میکنه. ضمن باز درباره اون ماجرایی که اون طرحی رو که شما میخواستید بفروشید بهتون قول 8 میلیون دادن بعدن 4 میلیون، مثالی که شما زدید یه مقدار اشتباه بود، چون اگه اینجوری باشه باز نشون میده که آخوندا با وجودی که 50 میلیون میدزدن ولی به طرف مقابل هم 50 میلیون میدن. باید کمی با دقت‌تر ضمناً اینم لاداش کنی کلمه سنت در این کار دخالت نداشت، بعدش همین بود. اوکی اجازه بدید کلمه سنتتیک رو تو فارسی چی باید بگیم؟ و مصنوعی میگه علیاف سنتتیک، یعنی علیاف مصنوعی. بله. یک گازیست با بله. کالری کمتر. آقای چمنارا اون نوار پیچ لوله های گاز رو من دیدم که یه چیز بزرگی تو کانادا و اینها دور این چیزا میچرخه و اون اختراع شما بوده نه؟ اختراع نبوده آجا. خب من دارم میپرسم بگید نه. من آخرین کارم در ایران لوله کشی گاز بوده، یعنی اگه جا که من رفتی در یو او پی استخدام شدم، بعدا وقتی با وایس پرزیدنت شرکت شدم گفتم آقا من رزومه در وقتی که دیدم خندم گرفت، یعنی مهندس برق بوده با این تحصیلات و دانشگاه لندن و کارهایی که کرده بودم، یه دفعه هم پل ساخته هم ساختمان ساخته هم لوله کشی گاز کرده هم تو ساب استیشن بود و اینا. این من لوله کشی گاز میکردم در اصفهان، بعد ما باید لوله ها رو از اصفهان برمیداشتیم میبردیم در تهران، یک شرکتی بود تو میدان آزادی هم بود، اگر اینایی که 40 سال پیش 30 سال پیش یادشان باشه، اونجا لوله ها رو نوار پیچ قیر قیر داغ میریختن روش، منتها قیر سنگی که تا 250 درجه، بعد این لوله ها رو میبردیم اونجا باید برش میگردانیم اصفهان. من رفتم این کارخانه رو نگاه کردم و دیدم که آقا سیستم اومدن با 4 تا 5 تا از مثلا هنرمندای اصفهانی که مثلا با ماشین کار، یکی خواستم که اصلا شد دیگه اون کارخانه من نمونه شد در تمام ایران ساخته شد، من تو اصفهان اینه برا انداختم. یکی از کارهای من اینه، روتوری بلب هست نمیدونم درز، من اصلا نمیخوام در مورد کار فنیم صحبت بکنم. نه شما اینو درست گفتید آقای چمنارا، شما اینو کاملا درست گفتید که وقتی دارید راجع به قانون اساسی صحبت میکنید اصلا قرار نیست راجع به کارهای تکنیکی و علمی که در این رشته دارید، چون من باور دارم و دیدم که یه نفر مثلا مهندس برقه ولی میارن
به عنوان منیجر یک قسمت دیگه‌ای میذارن. اینجا اون از قسمت‌های دانش الکترونیک و الکتروتکنیکش حساب نمی‌کنه، اون از دانشی که در طی درس خوندن یاد گرفته چیزها رو منیج کنه، ردیف کنه، کار می‌کنه. این قسمت من با شما هستم. ضمناً دوستی نوشته که آقای مصباح نوشته که این کاکو جون، این جناب تقاضای نشدنی و غیر عملی دارد و آن این که هر نوع حکومت ها همیشه در همان بندهای ابتدایی هر قانون اساسی است کمونیست ها خواهند نوشت این حکومت کمونیستی است، پادشاهی میگه نظام ما پادشاهی است، سوسیالیست ها، لیبرال ها و غیره، در نتیجه در صورتی که همه گروه ها هم جمع شوند در همان بند اول تفرقه ایجاد خواهد شد. جوابتون به این دوست ما چیه؟ این جواب من دوباره در یک مصاحبه بزرگی اگر شما گوش داده بودید، آقای دکتر کیانزاد و آقای دکتر آوار بودن و من به صورت این همین سوالم اونجا از من شد و من توضیح دادم که ما از 150 سال پیش در این مملکت ایران دعوای قانون اساسی داشتیم. اولی نام کتاب یک کلمه نوشته شد و جنبش مشروطه جنبش قانون اساسی بود، تبدیل به مشروطه شد و علت سرنگونی رضا شاه و محمد رضا شاه عدم اجرای قانون اساسی بود و بعد این رژیم با زیرکی خاصی با وجودی که قانون اساسی برده بودند و چیز کردن حضرت آقای خمینی هم زیر درخت سیبون تایید کرده بود و قرار بود ایران صاحب یک قانون اساسی نسبتاً سکولاری بشه، ولی آمدن در همون ماه اول، ای کاش یه نفر پیدا بشه این روزها از 22 بهمن تا 12 فروردین که همش میشه دو ماه، کمتر از دو ماه، این روز به روز بیان بگن که اخبار چی بود. اخبار مجلس مؤسسان بود که تبدیل شد به مجلس خبرگان و در اونجا بحث قانون اساسی بود. آیت الله بهشتی، آیت الله مطهری مخالف ولایت فقیه بودن، کشتنشان ایناره. بعد قانون اساسی آمدن مجلس مؤسسان درست کردن و این قانون اساسی 38 سال مثل زنجیر آهنی دور گردن ما افتاده، هیچ راه خلاصی هم نداریم. شما درست میفرمایید، هر کسی قانون اساسی خودش می‌نویسه. به همین دلیله من دارم میگم از حالا ما این 5 میلیونی که در خارج هستیم دور هم جمع بشیم، فکر کنیم یه مجلس مؤسسان در خارج درست کردیم، با هم بیایم مثلا مجازی زوم هست، اسکایپ هست، با هم مجلس 20 نفر 10 نفر یا حتی 2 نفر، یعنی صد آقای دکتر نصر احمدی و جنبش سبز اینا 2 نفرن، بیا با هم بشینن بگن آقا این قانون اساسی، من این قانون اساسی، با هم توافق بکنن بعد یه قانون اساسی. در کتاب 2020 من همین فرمایش شما رو متعی، کتاب انگلیسیه دیگه، نمیتونم به آقای سربی بگم برو صفحه فلان بخون، اون 2 چپتر آخرش یک حالت ایدئالی ایجاد کردم که مردم الان در ایران تا سال 2020 کارت به استخوان جان میرسه انقلاب میکنن، شورش میکنن، نافرمانی مدنی میکنن، فلان میکنن. بعد این رژیم که البته امیدوار بودیم که قانون اساسی نوشته بشه، در توسط آمریکا و اروپا اسمارت سانکشن روی اینا گذاشته میشه و توافق میکنن که بیان قانون اساسی عوض بکنن. البته بالای باید وقتی قانون اساسی عوض کردن، همین قانون اساسی که ما الان 3-4-5 ساله داریم در موردش حرف میزنیم، اون میشه پیشنویسی که اینا میرن در مجلس مؤسسان و خودشان سریع تصویب میکنن و امیدوار هستیم در سال 2020 ایران صاحب یه قانون اساسی بشه. جواب این دوست گرامی که سوال کردن بسیار ممنونم از شما. اجازه بدید این اسمارت سانکشن رو برای دوستان بگم که آقای چمنارا قبلا هم در برنامه‌های مختلف خودشون توضیح دادن که منظورشون تحریم‌های هوشمنده، که اگه این دولت‌های اروپا و آمریکا واقعا صادقانه می‌خواستن این کار انجام بدن، تحریم‌ها باید بر علیه آقازاده‌ها و آخوندها باشه نه بر علیه مردم، و اون به اصطلاح کار میکرد. برنامه‌های ایشون رو ببینید، ویدیوهای ایشون رو ببینید. من از شما میخوام یه خواهش کنم، به جای وقت من شما لطف کنید با صدای خودتون این صفحه 354 و 355 رو بخونید و این حسن ختام
برنامه امروز باشه. دوستان عزیز، کتاب مقدس ایرانیان شاهنامه فردوسی که من باور دارم هیچ چیزی مقدس نیست، پس این کتابم نباید اسم مقدس رو روش میذاشتن. آقای سهراب چمنارا یکی از کارهای جالبی که ایشون کرده، چون ایشون نیازمند به پول نیست، برعکس تمام اونهای دیگه که مغازه های دو دهنه باز کردن و سوپرمارکت و به هر جوری میخوان شما رو سرکیسه کنن، ایشون تمام این کتاب ها رو روی وبسایت خودشون chamanara.net گذاشتن، میتونید مجانا بخونید. ضمناً کتاب 2020 رو هم من خوندم و با یکی از دوستانم هم که قاضی هست اون هم خونده و اتفاقا قراره یک به اصطلاح نقد کوچولویی دربارش ایشون بنویسه و این را هدیه کنم به آقای چمنارا. آقای چمنارا چند تا چیز را با اطمینان کامل تو این یکی دو روز گفتن که من ازشون خواهش میکنم یک کمی از قدر مطلق و مطمئن بودن کم کنن و بتونیم با هم مهربونتر و دوستانه تر صحبت کنیم. بازم از ایشون ممنونم که با مهمان ما بودن. پس با هم میریم سراغ این کتاب شاهنامه فردوسی، کتاب مقدس ایرانیان به کوشش سهراب چمنارا، صفحه 354 و 355 رو که ایشون به من پیشنهاد کرده بودن بخونم و من خوندم. ایشون فکر میکنه من زرنگی کردم این کارو انجام دادم، ولی نه، من خوندم. سه خط اولش نوشته چون یک ماه پس از پادشاهی او گذشت، بنده ای در می او زهر ریخت و او خورد. اولا وقتی میگین بنده، یعنی اون موقع ماجرای بنده و برده و اینها بوده، این یک. دو، منم به شوخی گفتم خب شاه مرد، قصه خلاص. دوستان عزیز، من ساکت میشم و آقای چمنارا این دو صفحه رو برای ما میخونن به عنوان حسن ختام مصاحبه با ایشون. بفرمایید. بله، بعد وقتی که فرخزاد شاه کشته میشه، بعد اون میگن در ابتدای روز 25 اسفند که یزدگرد به تخت نشست، گفت زمان طوریست که کسی نمیتواند در باره آن داوری کند، همه را بزرگ خواهم شمرد و آزارم به بزرگان نخواهد رسید. بر این گونه تا سال شد بر او دو هشت، همی ماه و خورشید بر سر برگذشت. اینجا داستان حمله اعراب شروع میشه. عمر سعد وقاص رو، البته اینا همه شعر، این چیزی که الان من بخونه در 10 صفحه برای شما بخونم 100 صفحه شعر، مدام خلاصش کردم. عمر سعد وقاص رو با سپاهی به جنگ شاه ایران فرستاد و چون یزدگرد آگاه شد، از هر سو سپاه گرد آورد و فرمود تا فرزند هرمز که نامش رستم بود فرمانده سپاه باشد. رستم مردی خردمند و ستاره شناس و باهوش بود و جنگ در قادسیه 30 ماه طول کشید و از هر سوی بسیاری کشته شدند و رستم که ستاره شناس بود گفت راه آب در جوی شاهان نیست و این رزم به کام ما نخواهد بود. استرلاب آورده به ستارگان نگاه کرد و از دیدن روز بلا سرش را با دو دست گرفت، نامه دردناک به برادرش نوشت و هرچی را که میدانست بازگو کرد. نخست آفرین کرد بر کردگار و بعد از گردش آسمان ها نوشت. اینجا رستم فرخزاد نامه به برادرش می نویسه. گناهکارتر در زمانه منم، از ایرا گرفتار آهریمنم، که این خانه از پادشاهی توهیست، نه هنگام پیروزی و فرهیست. خورشید به زمین نگاه می کند آنچنان که از این جنگ به ما بدی خواهد رسید. از بهرام و زهره به ما گزن می رسد، کیوان و تیر در یک خط و عطارد به برج دو پیکر شده است. کار بزرگی در پیش داریم، به طوری که دل از جان سیر خواهد شد. همه چیز را میبینم ولی خاموشی را خواهم گزید. بر ایرانیان زار و گریان شدم، ز ساسانیان نیز بریان شدم. دریغ از این عظمت و تاج و تخت و داد، دریغ از این بزرگی و شکوه و بخت. از این پس شکست از تازیان خواهد بود و 400 سال طول خواهد کشید تا نشانی از این نسل پیدا شود. به فرستاده آنها زمین‌های قادسیه تا لب رودخانه را بخشیدم و با باج و ساو بزرگانی که با من هستند از افغانستان و مازندرانی‌ها و ارمنی‌ها و سوری‌ها می‌پرسند که اینها کی هستند و با ایران و مازندران چه کار دارند. ما کوشش خود را خواهیم کرد ولی کسی را
راز سپهرگردان نمی‌داند. چون این نامه را خواندی همه را جمع کن و به آذرآبادگان ببر. به طرف گنجور و آذرگجسم از زابلستان و ایران سپاه را جمع کن و منتظر گردش چرخ سپهر باش. هرچه گفتم به مادر بگو که می‌دانم دیگر او را نخواهم دید. می‌دانم که شهریار را هم نخواهم دید. او تنها یادگار ساسانیان است، او را نگهداری کن. چون اینجا را گوش بدیم. چو با طرح منبر برابر کنند، همه نام بوبکر و عمر کنند. چو روز اندر آید به روز دراز، شود ناسزا شاه گردن فراز. شود ناسزا شاه گردن فراز. گروهی از ایشان سیاه می پوشند و از پارچه دیبا کلاه سرشان می گذارند و آینده را چنین خواهد بود. گرامی شود کجی و کاستی، کشاورز جنگی شود بی هنر، نژاد و هنر کمتر آید ببر. رباید همین این از آن آن از این، نهان بدتر از آشکارا شود. بدندیش گردد پدر بر پسر. ببینید این سمفونیه. شود بنده بی هنر، پنج دقیقه مانده، شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. اینا همش داستان امروزه، ولی اون داره میگه که اینطوری میشه. بگیتی کسی را نماند وفا، روان و زبانها شود برجفا. از ایران و ترک و تازیان، نژادی پدید آیدن در میان. اینجا ببین که خود فردوسی میگه بعد از این اصلا نژادی از ایرانی نیست. اینه که چیزایی که ناسیونالیستی میگن فردوسی هم گفته بعد از این ما میشیم ترک و تازی و ایرانی و عرب و همه قاطی میشه. بعد میگه همه گنج ها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن دهند. ببین این یک شعرش عجب، که همه گنج ها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن نهند. این تمام داستانیشه. آقای احمدی نژاد که 20 میلیارد دلار برداشتی بردی ونزوئلا، اینه میخوای کجا ببری؟ بربر پدرت هم شد و یه میلیارد دلار بعدش چی میشه؟ ونزوئلا انقلاب میشه، همه پولت هم میره. مثل بقیه پولایی که همه دزدیدن و بردن، اون میلیارد ها کجا رفته؟ این 800 میلیارد دلاری که از ایران دزدیدن کجا رفته؟ کجا میره در آینده؟ همه دست ایران رفته. همه گنج ها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن دهند. نه جشن و نه رامش، نه کوشش، نه کام. پدر با پسر کین سیم آورد. نه مزد بخوام. زبان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش. نباشد بهار و زمستان پدید، نیارند هنگام رامش نبید. چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگی ننگرد. ببین درست همین سوالی که این دوستمان کردن همینه. فردوسی میگه چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادی ننگرد. یعنی همه میگن آقا بلش کن دیگه، این گذشته، این آقا خونتا سوار شدن کارش هم نمیشه کرد. نه آقا، برو دنبال قانون اساسی، به قول میدم میشه. بریزند خون از پی خواسته، شود روزگار مهان کاسته. دل من پرخون و رویم زرد است، چون تا من سپهدار ایران شدم، این چنین بخت ساسانیان تیره شد. این قادسیه گورستان من است، جوشنم کفن و خون کلاه بود من است. نامه را مهر کرد تا نزد برادر ببرند. همچنین فرستاده ای نزد سعد وقاص فرستاد، با نوشته ای بر حریر سفید. نامه را با نام یزدان آغاز کرد که بر پای جهان از اوست و پرسید. به من بازگوی آن که شاه تو کیست، چه مردی و آیین و راه تو چیست؟ یعنی از سوال که آقا به من بگو تو دین چیه؟ چون وقتی که اینها فرستاده بله یزدگرد فرستاده بودن، از این شما که یه آدم های هستید که میگن مار و سوسمار، با خواهی بچه 12 ساله بود. اونا گفتن نه نه، ما با یک دین جدید آمدیم، اینطوری نیست دیگه. بعد
در مورد خدا و الله اینا یزدگیه تو بچه دوازه گفت آقا ما که یزدان داریم این چیزی که شما میگین ما همش اونا دین زرتشت آیین زرتشتی داشتن و اهورامزدا معتقد بودن به خدا و همینا داشتن و همین دین زرتشتی از نظر اسلامی دین شناخته شده رسمیه. کسی را که سخنگو و داناست نزد ما بفرست تا به ما بگوید اندیشه و هدف تو چیست و چگونه میخواهی پادشاهی بکنی. سواری نزد شاه فرستیم و هرچه میخواهی از او خواهیم خواست که تو با چنین شاهی جنگ نکن و به نامه و پند من نگاه کن. سعد وقاص چون پیام رستم را از پیروز شنید نامه را خواند و از جن و حضرت آدم و پیغمبر هاشمی و توحید و قرآن و وعده وعید و رسوم جدید و قطران و آتش جهنم و زمحریر و دوزخ و بهشت و حوری بهشت و جوی شیر شتر و عسل سخن گفت و ادامه داد که اگر شاه این دین را نپذیرد دو عالم به شاهی و شادی براست. بپذیرد اگر شاه این دین را بپذیرد دو عالم به شاهی و شادی. آقای چمنارا اجازه بدید که ما همینجا برنامه امروز رو به شما به خاتمه به اصطلاح تموم کنیم، ولی باز امیدوار باشیم در برنامه‌های آینده با ما باشید. و فقط یه سوال کوچیک لطف کنید خیلی خلاصه جواب بدید. اونجایی که ایشون میگه تازی‌ها شکست می‌خورن و تا 400 سال دیگه برنمی‌گردن، این چه زمانی بوده؟ همون وقت جنگ قادسیه میگه که ما شکست می‌خوریم و یک نسلی از ایرانی درست میشه که نسلی مخلوطی از ایرانی و عرب و ترک. البته ترکی که میگفته نه این ترکای ترکیه ها، ترکای مغول. نه نگاه کنید آقای چمنار نوشته از این پس شکست از تازیان خواهد بود. یعنی از تازیان شکست میخوریم یا شکست مال تازیان شکست میخوریم؟ بله. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز. اگر درباره صحبتهای من، صحبتهای آقای چمنارا پرسشی دارید یا نظری دارید، خوشحال میشیم که بنویسید روی فیسبوک، بنویسید ویدیو رو بر نمیدارم و با خود ایشون مستقیما تماس بگیرید، chamanara.net. و باز هم امیدواریم در برنامه های آینده بتونیم مثل دو تا دوست با هم صحبت کنیم. مرسی که با ما بودید آقای چمنارا. متشکرم. خدا حافظ. خدا نگهدار. به امید دیدارتون.